رفقا سلام، من اومدم با یه خلاصه فیلم جذاب دیگه. یه لحظه فکر کن دارین اون تخت ترتیب دوست دخترتو میدی که یهو پا میشه میگه اه دیدی میخواستم فلان کارو بکنم یادم رفت، و شروع میکنه به نوشتنش تا دوباره بعدن یادش نره. تو این فاصله هم که خب معلومه خیار سالادیت کوچیک میشه و تبدیل به خیار قلمی میشه، بعدش هم خیار ریز خیارشویی، و دیگه اصلا میل نداری ترتیبشو بدی. این فیلم دقیقاً همین جوریه. بریم براتون تعریف کنم. فیلم با این کلوچه خوردنی به اسم لوسی شروع میشه که داره به دوست پسرش جف میده. یهو وسط عملیات میگه وایسا لیست خریدو بنویسم تا یادم نرفته. دوست پسر عصبی میشه و میگه گلنار بگیرم دستم بهتر از اینه که ترتیب تو رو بدم. بعدم میره گاراژ بخوابه. یه ساعت بعد دختره میره ازش عذرخواهی کنه و از دلش در بیاره که میبینه خوابیده و صفحه لپتاپ رو سایتای خاک بر سریه. دوست پسرشو با لگد بیدار میکنه و میگه دیوس من برات کافی نیستم که مشتری ثابت این سایتایی. جف میگه اصلا ربطی به کافی یا ناکافی بودن تو نداره. همه پسرا تو این سایتا میرن و گلنار به دست میشن. کلا یه چیز طبیعیه. دختره میگه من این حرفا حالی نیست. تو باید بین من و این سایتا یکیمون انتخاب کنی. پسرم میگه به قول شاعر رفیق من همش حرف حق بزن، گلنارو بردار تو همون لیف بکش. نهایتا یکم سرش میسوزه ولی عوضش میارزه. بعدم وسایلشو جمع میکنه و میره. لوسی توی گروه کوچیک با دوستاش نوازندگی میکنه. اونا توی مراسمن. یه پسره تو اون مراسم هست به اسم گرند که اتفاقا خوشتیپ و خوشگلم هست. بگذریم. لوسی به دوستاش میگه با جف به خاطر بلد نبودن خودش و اینکه جف تو سایتای خاک بر سری برادرز و اینا بوده به هم زده. دوستاش میگن اوکی، ولی اینکه اون تو همچین سایتایی بوده طبیعیه. حتی یکی از اعضای گروه که سنش هم بالاست میگه من هنوزم که هنوزه تو این سایتا هستم و فیلماشو نگاه میکنم و کلی هم ابزار جنسی خریدم که خوش بگذرونم. دوستاش میگن تو که بلد نیستی روی تخت چجوری رفتار کنی، کارهایی که توی لیست بهت میدیم و انجام بده. یه سال دیگه خاله الکسیس هم میذاری توی جیبت. لوسی که ذوق و شوق زیادی واسه حرفه‌ای شدن داره، تو همون مراسم مدام میره دستشویی و تمرین میکنه و با صدای بلند آه و اوه میکنه و مثلا حرفای بین رابطه‌ای میزنه. وسط تمرین کردناش گرند از پشت در میشنوه و فکر میکنه خبریه. اما لوسی بهش میگه داشتم واسه آواز خوندن تمرین میکردم. گرند میگه میخوای بیام فلوتم هم بدم دستت، یکم فلوت بزنی تارهای صوتیت بهتر آماده شه. لوسی فردا با دوستاش میره به یه فروشگاه ابزارهای جنسی. اونجا یه چیزی مثل رژ لب پیدا میکنه و میزنه به لباش. همین لحظه گرند میاد تو فروشگاه و دختره هول میشه و میگه اومدم واسه مامانم کادو بخرم. لباشم کم کم داره حجیمتر و بزرگتر میشه. بعد از گرند میپرسه تو چرا اومدی اینجا؟ گرند میگه یه چیزی واسه خودم میخوام بگیرم، نه واسه مامانم. اونی هم که تو به لبت زدی ما به خیار قلمیمو میزنیم که بزرگتر شه تا خیار سالادی تحویل دخترها بدیم. موقع برگشت لوسی و دوستش یه سری ابزار جنسی میخرن و میرن خونه. لوسی به دوستش میگه یه سری تیله خریدم که فروشنده گفت واسه آرامشه، ولی نمیدونم چه جوری باید استفادهش کنم. دوستش میگه در کلوچه رو باز میکنی و میذاری اونجا. اون شب لوسی برای نوازندگی به مهمونی میره. تیله ها رو هم اون شب جا کرده بود تو خودش. گرند اونجا بود و میاد به لوسی میگه بیا با هم برقصیم. وقتی شروع به رقصیدن میکنن تیله ها دونه دونه میافتن و حسابی آبروریزی میشه. خلاصه اون دوتا بالاخره با هم قرار میذارن. قبل از قرارشون اتفاقی با یه فالگیر روبرو میشن که روابط دو طرف رو میتونه پیشگویی کنه. فالگیر به دختره میگه تو توی رابطه اصلا خوب نیستی و احتمال به هم خوردن رابطه به خاطر نابلدی تو زیاده. اما به پسره میگه تنها کسی که میتونه این رابطه رو نگه داره تویی، چون تو حسابی کار کشته و این کاره ای. چند روز بعد اونا دوباره با هم قرار میذارن و برای اولین بار گرند خیار رو تحویل کلوچه لوسی میده. فردا صبحش گرند یه شلوار بارداری میبینه و از ترس اینکه احتمالاً لوسی حامل است انگار که سگ دنبالش کرده باشه فرار میکنه. یه ماه میگذره و خبری از گرند نمیشه. لوسی به یه فاحشه خونه میره و اونجا از خاله های این کاره میپرسه راز موفقیت شما چیه؟ چی کار میکنید که مردا همیشه تو کفتونن؟ خاله ها مسخرش میکنن و میگن بابا پاس ریزه، نگو این کاره نیستی که اصلا بهت نمیاد. یه شب که لوسی داشت توی کافه نوازندگی میکرد گرند و اونجا میبینه. گرند میاد جلو و ازش عذرخواهی میکنه. گرند میگه یه فرصت دیگه بهم بده. دخترم قبول میکنه. اونا به یه اتاق میرن تا گرند عملیات استخراج نفت از لوسی رو شروع کنه.
گرن میگه نمیخوام به بچه آسیبی برسه. لوسی پشماش میریزه و میگه جان بچه کجا بوده؟ گرن میگه من یه شلوار بارداری تو خونت دیدم و فکر کردم تو بارداری. اصلا دلیل فرار کردنم هم همین بود. لوسی میگه حاجی من یکم معدم بیقراره. موقعی که گوسپیچ میشم باید اونو بپوشم که راحت شم. بعدش هم گرن تا صبح هلو گلابیای دختره رو میخوره و نفت در میاره. صبح دوست پسر سابق دختره زنگ میزنه و میگه من دارم ازدواج میکنم و میخوام دعوتت کنم به عروسیم بیای. لوسی هم میگه باشه میام. گرندم که دیشب انقدر تلمبه زده مثل خرس افتاده. روز عروسی میرسه. لوسی به جف میگه یه سورپرایز خفن برات دارم. پشت سرتو نگاه کن. جف میبینه خاله مورد علاقهش تو فیلمای برادرز اومده به عروسیش. عکس و امضاش هم به جف میده. اما جف میگه من زن دارم و دیگه تو این فازا نیستم و از اونجا میره. اینجا دوست جف میاد و میگه این دلانگیزو بده من میدونم چجوری ازش نفت در بیارم. مدتی بعدم میبینیم رابطه گرند و لوسی همچنان خوبه و فیلم همینجا تموم میشه. رفقا فیلم کامل رو میتونید از کانال تلگراممون که لینکش همین پایین میاد و هم توی دیسکریپشنه دانلود کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. دفعه بعد با یه فیلم جذاب دیگه میبینمتون.